امینه، نویسنده مسعود بهنود. اولی را روشن کنم که میخواهم برای تان قصه بگویم. یک قصه تاریخی. میتوانید فرض کنید که اصلاً هیچ یک از شخصیت ها واقعی نیستند. راستی هم آنها افسانه‌اند. به خصوص خود امینه. من در بعد از ظهر یک روز پاییزی به فکر او افتادم. یعنی خودم نیفتادم. آن کسی مرا به این فکر انداخت که حالا برای خودش کسی شده. و بعید نیست به خاطر انتشار این کتاب علیه من شکایت کند. اما فکرش را کردم. اگر وکیل بگیرد و مرا به محکمه بکشاند، مدرکی دارم که نشان می‌دهد خودش با همون خط خرچنگ قورباغه‌اش به من نوشته که هر کار خواستم با این قصه بکنم. اگر حالا بعد از چند سالی که از او خبر ندارم، بلند شود و ویزا بگیرد و بیاید ایران و جلوی من سبز شود، و چشمان درشت سیاهش را به من بدوزد و بگوید چرا این کار را کردی؟ به او خواهم گفت تو چرا مرا گول زدی؟ چرا بازیم دادی؟ پس یکی تو زدی؟ یکی هم من. بی حساب. بله؟ و او چه دارد بگوید؟ جز آن که مثل دفعه قبل خودش را بزند به آن را. یعنی کاریست گذشته. حالا بیا برویم به بستام، به زیارت مزار بایزید. و بعد هم شروع کند با آن لهجه نیمه افغانی نیمه تاجیکی خواندن. آن شنیدستم که روزی بایزید، و من هم بگویم بابا تو سعدی نخوان، و بعد بخندیم. به هر حال فکرش را کردم و تمام اطراف قضیه را سنجیدم. تازه به شما که خواننده این قصه هستید ربطی ندارد. شما میخواهید یک قصه بخوانید. و کسی هم یقه شما را نخواهد گرفت که چرا به کتاب تاریخی میگویی قصه یا چرا به قصه میگویی کتاب تاریخی. پس قصه تان را بخوانید و بعد که تمام شد چشمهایتان را ببندید و کاری را بکنید که من کردم. روزی که نوشتن این قصه تمام شد، اول دلم برای امینه تنگ شد، بعد برای قائم مقام و میرزا تقی خان امیر کبیر که در مسیر این قصه به ناجوانمردی کشته شدند، و برای میلیون ها نفری که در این نزدیک به 300 سال در این دنیا زندگی کردند. نمیدانم برای کدامشان کمی گریه کردم. بعد رفتم و نوار یک آواز محلی ترکمنی را گذاشتم و نشستم به گوش دادم. و نمیدانم همون شب بود یا فردایش که با کامبخش و مریم و آتیجان راه افتادیم طرف ترکمن صحرا. رفتم برای چندمین بار تا شاید نشانه غیر از آن شال ترکمنی از این قصه در عالم واقعیت پیدا کنم. این یک نیت قدیمی است. آدمی زاد یک عمر، یعنی صدها عمر است که می کوشد شاید مرز بین افسانه و تاریخ، قصه و واقعیت، راست و دروغ، حق و ناحق را معلوم کند. هنوز که هنوز از پیدا نشده. گفتم که در بعد از ظهر یک روز پاییزی به فکر او انداخته شدم. 20 و چند سال پیش، یعنی سال 1355 خودمان، که آن روزها به زور شده بود 2535 شاهنشاهی، که همان سال 1977 میلادی باشد، در پاریس بود و در چایخانه هتل پرنس دوگال در خیابان شانزلیزه، یعنی نزدیک هتل جورج سنگ. روزهای دلار 7 تومانی بود و ایرانی ها همه جا ریخته بودند. و توی هر هتل بزرگ و گران قیمت یا هر رستوران اشرافی سر و کله چند تا ایرانی پیدا می شد. من قرار داشتم با مهین بانو و این مهین بانو همسر محمد حسن میرزا آخرین ولیعهد قاجار بود. همان کسی که رضا شاه از کاخ گلستان بیرونش کرد و داغ شاه شدن را به دلش گذاشت. در آن زمان 30 و چند سالی از مرگ ناگهانی و مشکوک محمد حسن میرزا می گذشت. مرگ در لندن و در یک شب تاریک در حاشیه یک خیابان ساکت، آن هم در سالهای پایانی جنگ جهانی، برای هر کس که می‌خواست مشکوک شود و هر کس که می‌خواست دنبال یک قتل سیاسی بگردد امکانش را به وجود آورد. اصلا بزرگان هیچ وقت به طور عادی و مثل آدمیزاد نمی‌میرند و همیشه حرف و حدیثی پشت سرشان باقی می‌ماند.
به ویژه اگر مدعی تاج و تخت باشد و مثل محمد حسن میرزا که حدود 40 سال داشت در غیاب برادر شده باشد مدعی تاج و تخت قاجار. پس عجیب نیست اگر اسکاتلند یارد دو سه روزی جنازه را نگاه داشت و تحقیقات کرد. این که چیزی نیست. در آن یکی جنگ جهانی که 30 سال قبل از این یکی رخ داد، یک اژدر آلمانی خورد به یک کشتی انگلیسی. درست موقعی که بهرام میرزا، فرزند زلال سلطان، بزرگترین فرزند ناصرالدین شاه، داشت با فرمانده نیروی دریایی در کانتین کشتی صبحانه می‌خورد. زلال سلطان خسیس برای به سلطنت رساندن این فرزندش سر کیسه را شل کرده و ضمن مخالفت با برادرزادش محمد علی شاه به مشروط خواهان مددها رسانده و حتی از ستارخان و سید عبدالله بهبهانی هم خواسته بود که زمینه را برای به سلطنت رساندن بهرام میرزای او فراهم آورند. پس چرا ماجرا مشکوک نباشد؟ اگر در آن حادثه مشکوک جنگ جهانی اول کمر زلو سلطان شکست و او دیگر قد بلند نکرد، در حادثه مشکوک مرگ محمد حسن میرزا چنین اتفاقی نیفتاد. بلکه همسر و فرزندانش بعد از مدتی توانستند بدون نگرانی به ایران بیایند و ملک و املاک خود را زنده کنند و با فرزند رضاخان هم بنای رفت و آمد بگذارند. دور نیفتیم. در آن بعد از ظهر پاییزی که با مهین بانو قرار دیدار داشتم در پاریس، اول بار به خیال امینه افتاده شدم و از آن پس 20 سال مدام با این خیال بودم و تا وقتی این کتاب را ننوشتم و ندادم برای حروف چینی و انتشار آرام نشدم. آن روز مهین بانو دختر جوان 15-16 ساله‌ای همراه خود داشت که او را با نام امی به من معرفی کرد. نام فامیلش را هم گفت ولی به یادم نماند. اول تصور کردم فرزند یا نوه یکی از دوستان فرانسوی اوست و با او به گردش آمده. اما بعداً معلوم شد که اصلاً امی مقصود این دیدار است و کار دیگری در میان نیست. مهین بانو برایم گفت که این دختر فرانسوی امسال وارد بوزار شده و دارد در تاریخ درس می‌خواند و قصد دارد روی تاریخ قاجاریه کار را تحقیق کند. مخصوصاً در مورد زنان قاجار. حرفی بود می زدیم. اول به نظرم جدی نیامد تا آنکه دخترک لب به سخن گشود و گفت در آرشیو وزارت خارجه فرانسه مدارک و اسنادی پیدا کرده در مورد زنی به نام امینه که مادر همه قجرهاست، یعنی مادر بزرگ آقا محمد خان، و قصد دارد موضوع تحقیق خود را با نقل سرگذشت او آغاز کند. تا این زمان امینه برایم فقط یک نام بود، ولی در روزهای بعد جور دیگری شد. افتادم به جمع کردن اطلاعات درباره این زن. امی هم اسنادی که گرد آورده بود برایم فرستاد. سال بعد، یعنی درست در شهریور سال 57، سفری کردم به پاریس. امی به دیدنم آمد. این بار قراردادی آورده بود که نشان می‌داد جدی پیگیر کار است. با امضای آن قرارداد متعهد شدم که قصه امینه، زنی را که از حرم شاه سلطان حسین خارج شد و به عقد فتلی خان قاجار درآمد بنویسم. مهین بانو گفته بود که پدر امی یک فرانسوی کارخانه‌دار و ثروتمند است. با این حساب، لابد برایش مشکل نبود که چند هزار فرانک خرج رساله دخترش کند. بعد از امضای قرارداد، امی متن فرانسه و چند نامه امینه را در اختیارم گذاشت که هر کدام سرخطی بود و آدم را به شوق می آورد. بهمن سال 57 وقتی انقلاب به پیروزی رسید و تومار پادشاهی را در ایران به هم ریخت، چند ماهی در کارم فاصله افتاد. اما سرانجام در بهار سال 58 سرگذشت امینه را تمام کردم و فرستادم برای امی. اما این فقط یک سرگذشت بود و امی برایم نوشت که بهتر است آن را به صورت قصه‌ای درآورم. این کار هم یک سالی طول کشید. در فاصله این یک سال باز هم او نامه ها و نوشته ها و سرنخ هایی به دست آورد و برایم فرستاد که کار را کامل می کرد. به هر حال هرچه بود تمام شد. تا روزی که خبر رسید مهین بانو را به بیمارستانی در پاریس منتقل کردند و چندان امیدی به زنده بودن او نیست. 2 روز بعد از دریافت این خبر نامه ای رسید از پاریس.
نامه‌ای که مهین بانو آن را 3 ماه پیش نوشته و در همان روزهایی که حالش دگرگون شده برایم پست کرده بود. با خواندن این نامه دوباره پرونده امینه در ذهنم گشوده شد. نسخه ای از سرگذشت او را که برای خودم نگاه داشته بودم دوباره خواندم. مهین بانو رازی را برملا می کرد که برای پی بردن به آن لازم بود ماجرای 4 زن دیگر هم پی گرفته شود. ماه رخسار، مهد اولیای اول، مادر فتلی شاه، جهان خانوم، مهد اولیای دوم، مادر ناصرالدین شاه، ملک جهان، مادر احمد شاه و بالاخره خود مهین بانو به عنوان آخرین زنی از قاجار که جعبه امینه، حاوی وصیت‌نامه او، نامه هایش و مقداری سند به او رسید. حالا دیگر فهمیدن این که آن دخترک فرانسوی آن سندها و نامه ها را از کجا می آورد مشکل نبود. ولی مشکل آن بود که نه من امکان آن را داشتم که به پاریس سفر کنم و نه نشانی از امی وجود داشت و نه مهین بانو زنده بود. چند بار نامه نوشتم به آدرسی که از امی داشتم. پاریس 16 خیابان ویکتور هوگو شماره 112. اما جوابی نیامد. او نبود. و انگار تمام این ماجرا قصه ای بود و خیالی که باید از سر بیرون می شد. اما هرگاه که نگاهم به انبوه کاغذ ها می افتاد و نوشته هایی که در یک پوشه بزرگ محبوس مانده بود، باز آن زن امینه در نظرم زنده می شد و با آن اندام بلند بالا سوار بر اسب می تاخت. به شکل یک کنتس اروپایی در می آمد. لباس مردانه می پوشید. غرق در جواهرات می شد. درویشی پیشه می کرد. از سالن اپراهای اروپا به گوشه ترکمن صحرا نقل مکان می کرد و پای دوتار مختوم قلی می نشست و به آواز ترکمنان گوش می داد و چنین بود که با خود عهدی نهادم. اگر از امی تا 10 سال خبری نشد این قصه را به چاپ خواهم رساند. اما کدام قصه؟ قصه امینه را؟ آری. اما وقتی قصه امینه را مرتب کردم آخرین نامه مهین بانو در نظرم آمد. نه. باید قصه را پی بگیرم و سرگذشت آن 4 زن را هم باز بگویم. دست کم سرگذشت آن 3 تا را که مطابق رسم و قرار امینه عمل کردند. در حقیقت این نوشته وقتی منتشر می شود که چیزی به 300 سال تولد امینه نمانده. زنی که نامش در تاریخ نویسی مذکر این دیار گم شده است. در حالی که زمانی این قصه را می خوانید که بنا به محاسبه تخمینی 4000 نفر از نوادگان او زنده‌اند. 220 سال از تاریخ این سالهای ایران را او و اولادش بر سرنوشت این ملک حاکم بوده و بر آن اثر نهادند. پس با هم می خوانیم. کتاب اول قصه زنی است با نام امینه و کتاب دوم قصه زنان دیگر. کتاب اول. اگر قلعه بیگی اصفهان نیز آن روز ماجرای فتنه دخترکان را پیش شاه نمی برد، باز دیر یا زود شاه صفوی وصف خاتون را می شنید. اصفهان با همه بزرگی به دوران شاه سلطان حسین صفوی کوچک بود و هر خبری در آن به گوش شاه می رسید. چه رسد به آن که دخترکانی شوریده باشند و کلانتر و سالار قزلباش را به بند کرده باشند. شاه در حرم بود که خبر را شنید. زمستان بود. شاه صفوی که تنپوشی از پوست خز بر دوش انداخته بود چون از اندرون به قصر نازبهش پا گذاشت، قزلباشان با لباس سرخ و یراق‌های زردوز لای درختان به چرخش افتادند تا از دور شاه را حراست کنند. قلعه بیگی که انتظام شهر با او بود به خاک افتاد و رخصت یافت تا ماجراهای دیروز و دیشب را به عرض برساند. قلعه بیگی می دانست شاه کمتر لباس غضب می پوشد. پس بر شدت حکایت افزود. از سالار کلانتران اسیر گفت و فتنه دخترکان را از آن که بود بزرگتر کرد. تا به آنجا رسید که اینها نمی توانند از زنان و کودکان باشند. چه بسا مردانند در کسوت زنان در آمده. چه بسا خبرچینانند و برای همین از شهر بیرون شدند. شاه به طعنه گفت هرچه باشند قزلباش و کلانتران را سر شکستند. و بعد به آرامی پرسید حالا چه می خواهند؟
قلعه بیگی با سر به زیر انداخته گفت: باج و غرامت. دیگر شاه نتوانست خنده خود را مهار کند. ماجرا را میرزا شفیع وزیر مهام به هم آورد. او قصه واقعی دخترکان را باز گفت که همه دختران سرداران و بزرگانند. نه بی سر و پایند و نه بینا و نه خبرچینند. نوه میرزا شفیع هم در آن جمع بود و هم او میرزا را با خبر کرده بود. وقتی میرزا شفیع ماجرای فتنه را باز گفت، اعتباری برای قلعه بیگی و نایبان و کلانترانش نماند. غروب دیشب بیرون دروازه شهر آنان از دوشیزگان شکست خورده و حالا چند تنی از آنان با سر و دست شکسته در خانه ماندند. شاه با لبخندی رو به میرزا شفیع پرسید: حالا چه می‌خواهند؟ گروگان بشه گرفتند؟ میرزای پیر که نسل در نسل خود و پدرانش خادم دربار صفوی بودند تعظیم کرد و نوشته ای از جیب به در آورد و خواند. نوشته ای منشیانه و لطیف بود. شاه را مسحور کرد تا آنجا که قرض عرض ماجرا به حضور ملک جمجاه است و سر نهادن به حکم شاه اگر حکم فرماید در افتادن به چاه. و حکم زنان خاطی در آن روزگار در انداختن به چاه بود، نه چون مردان دار زدن و یا فرو انداختن از بالای منار یا شکم پاره بستن به دم اسب چموش. آفتاب در میان آسمان بود که شاه صفوی از زاینده رود گذشت و به جایی رفت که دخترکان یاغی در آن بودند و به این ترتیب به شرط نخست آنها گردن نهاد. در باغ نارون چشمش به خاتون افتاد. همان بود که میرزا شفیع گفت، به بلندی که فقط قلعه بیگی به او می رسید و نه هیچ یک از مردان و قزلباشان و پهلوانان تیرانداز. در زیر حجاب و روبنده جز همان بالای بلند چیزی از او دیده نمی شد. قزلباشان و جانساران شاه صفوی دور ماندند. شاه و میرزا شفیع و امیر ناصر خان خزاندار شاهی که اونیز دختری در میان ماجرا و در فتنه دخترکان داشت سواره به میان باغ رفتند. و در آنجا سوار مستورهی جلو آمد و چون امیر ناصر خان دست به سلاح خود گرفت که بیمناک از جان سلطان بود، دوشیزه روبسته دهان گشود و آشکار شد که معصومه دختر شاه است، از مادر یونانی، همان که سرگل فرزندان شاه بود و عزیز کرده او و به صد هنر آراسته. معصومه از اسب به زیر جست و به خاک افتاد که هم عرض ادب بود و عذر تقصیر و گردن کشی. شاه با دست اشاره کرد تا دخترش بلند شود. میخواست هرچه زودتر راز فتنه را دریابد. معصومه شاه را تنها و بدون همراهان به صفه ای برد و در آنجا حکایت را باز گفت. و آنگاه شاه صفوی خود را در برابر پرده ای دید که فقط در خواب متصور بود. از آن پس تا بود هرگز آن پرده از خاطرش دور نشد. چون شاه به تقاضای معصومه بر صفه قرار گرفت، از لابلای درختان دخترکانی همه سوار بر اسب‌های سفید ظاهر شدند با حجاب‌های یک رنگ و هر یک در زیر شاخسار درختی متوقف ماندند تا از میان آنها یکی آمد سوار بر اسبی کرن چون شبق سیاه با یال و دمی سرخ. و شاه دید که دم آن اسب را بافته است و بر انتهای آن حریری سفید بسته و سوار همان که شاه از صبح مشتاق دیدنش بود. خاتون همان بود که میرزا شفیع گفته بود، به بلندی فقط قلعه بیگی به او می رسید و نه هیچ یک از مردان و قزلباشان و پهلوانان. سروی نشانده بر شبق بود که از صف دخترکان جدا شد و در چند قدمی شاه صفوی چنان از اسب به زیر شد که گویی عقابی پر گرفت و در برابر شاه در سه جا تعظیم کرد. و چون بر کنار صفه ای رسید که شاه سلطان حسین متحیر بر آن نشسته بود، زمین ادب بوسید. شاه هنوز به بالای او خیره مانده بود که خاتون لب گشود و با هر کلام بر حیرت شاه افزود. میرزا شفیع و امیر ناصر خان در آن دورها مانده بودند، نشسته بر کنار جویی. آنها انقدر ماندند که ساعت نماز رسید. وضو کردند و به نماز ایستادند. دخترکی برای آنان مجمعی آورد و در آن غذا و شربت در قاب‌هایی با درپوش نقره.
آن دو را استرابی نبود جز آنکه عاقبت کار را نمی دانستند. خاتون برای شاه صفوی باز گفت که او و 20 تن دیگر از پردگیان همه از بیت سلطنت و بزرگان دسته ای هستند که روز خود را چند سالی است به سه بخش کردند. علم می آموزند یا سواری و تیراندازی و جنگاوری و یا عبادت. و جز این کاری ندارند. خاتون در این زمان 12 ساله بود. و شاه این را وقتی دانست که خاتون گفت در 15 سال از سلطنت آن مراد اعظم چشم به جهان گشوده. از مادری فرانسوی و پدرش امام قلی است. دیدار این دوشیزگان فتنه را از یاد شاه برده بود. وقتی به یادش آمد که خاتون اجازت خواست تا سالار کلانتران را به حضور حاضر کنند. سالار را نزار و کت بسته و سر به زیر آوردن. و خاتون خود به خنجری دستهایش را گشود تا در برابر شاه به خاک افتد و هم در این حال معصومه قصه را باز گفت. معلوم شد که سالار کلانتران پایتخت هر روز که دخترکان به عزم سواری و تیراندازی و تعلیم از دروازه به در می روند از آنها 1 تومان رشوه می گیرند تا نامشان نپرسد و در دفتر ثبت نکنند. تا آن روز که سالار با جمعی قزل باشت مست به باغ آنان ریخته. آنها 2 قراول را کشته به میان جمع دخترکان یورش بردن به نیت سو و قصد بدکاری. دخترکان قصد مقاومت داشتند ولی به تدبیر خاتون برای آنکه از تمامی قصد و نیت آنان با خبر شوند به ظاهر چنین نمودند که بی‌دفاعند و تسلیم. تا وقتی که نیت پلید آنها آشکار شده بر سرشان ریخته و 20 قزلباش و قراول و کلانتر را بیپا کرده و سالار کلانتران را به بند کشیدند تا شکایت به شاه برند. معصومه برای سلطان باز گفت که همدستان سالار کلانتران برای مخفی ماندن ماجرای این رسوایی پیغام فرستادند و 500 تومان رشوه برای خلاصی سالار خود پیشکش کردند که قاصد را نیز دخترکان به بند کشیدند با سکه‌های رشوه. شاه که از شنیدن ماجرا و آن همه فسادی که در پایتخت او در کار است چندان خشمناک بود که مدام میرغضب می‌طلبید از معصومه پرسید چرا او را پیش از این از ماجرا خبر نداده است. معصومه برای پدر گفت که کلانتران و قزلباشان همه جا و در حرم شاهی نیز جاسوسان و کارگزاران دارند. خوف آن بود که با فاش شدن آن که از حرم شاهی نیز کسی در این فتنه است پیشاپیش نظر شاه را برگردانند. شاه چون به یاد رقعه ای افتاد که میرزا شفیع خان از خاتون پرسید که رقعه را که نوشته و دیگر چه کس از ماجرا خبر دارد. خاتون باز گفت که خود نوشته است. جز آن که دخترکان همه نوشتن و خواندن می دانند و به چندین علم آراستند و دیگران که هیچ کس را از ماجرا خبر نیست. پس آنگاه به درخواست خاتون سلطان از طلب میرغضب منصرف شد و در باغ با آنان به نهار افتاد. تا از شاه دستپخت آنان را چشید و با آنان گفتگوها کرد از کلام و نحو و از تاریخ ملل، از کیمیا و جغرافیا، از قانون بوعلی تا شفا و شنید که شعر می دانند و مثنوی معنوی می خوانند. آنگاه دریافت که این داستانی دیگر است و اینان به پردگیان و خواتین اصفهان شباهت نمی برند. اما از همه بیشتر مبهوت جنگاوری آنان بود. شاه به چشمان خود دید که آنان چنان بر اسب می جهند و می تازند. خنجر چنان می اندازند که شاخه را بر درخت می دوزد. و کمان چنان می کشند که چشم باور ندارد. خاتون خود به تیری که از کمان نازوکش برآمد قمری را در هوا انداخت. دل شاه در آن قمری بود. باغ نارون نثار خاتون و دخترکانش شد و خاتون خود شکار شاه. تا کار خاتون به حرم شاه و عمارت 40 ستون افتد خواستگاران بسیار را از سر به در کرده بود که زیبا پسند و گزیده جو در اصفهان بسیار بود. گاه صیاد امیری و امیرزاده‌ای بود و گاه یکی از عجوزه‌هایی که به چشم باز و طمع انعام در میان شهر می‌گشتند تا غزالی چون او را رام کنند و به قفس حرمسرای شاهزادگان صفوی در اندازند. از این میان یکی به گونه‌ای دیگر بود.
محمود قلجایی از اهالی قندهار فرزند میرویس و او فرزند شاه علم از خوانین و معتبران آن دیار. روزگاری شاه سلطان حسین گرگین خان از تبار شاهان گرجستان را که بر او یاغی شده بود عفو کرد و به خدمت درآورد و فرماندهی کل قندهار را به او بخشید. گرگین خان تندخویی و خشونت را تنها طریق رام کردن افغانها قرار داد و پایه حکومت محکم کرد. همه مطیع شدند جز میرویس که ثروتی افسانه‌ای داشت و از راه تجارت با هند بر آن مکنت می‌افزود و احترامی در خور به دست آورده بود و به حکم اصفهان کلانتر قندهار هم بود. گرگین خان در مهار میرویس درماند. پیامی به شاه فرستاد. با آن پیام میرویس به پایتخت احضار شد. اما در اصل حکایت آن بود که میرویس برادرزاده‌ای داشت، گلخنده نام، و به زیبایی در همه قندهار شهره. گرگین دل به او بسته بود و میرویس این آهو را به گرگ پیری چون گرگین گرجی نمی‌داد. گرگین کمر به قتل میرویس بست، ولی در قندهار جرأت آن نداشت. کار را به اصفهان حوالت داد. میرویس حیلگر و سیاس در اصفهان به بذل و بخشایش و رشوه و تملق جایی برای خود گشود. باقی بزرگ خرید و سالی در آن ماند. محمود، فرزند کوچک میرویس، به عمر یکی دو سال بزرگتر از خاتون بود. تیرانداز و اسب‌تاز و بیباک، اما تربیت نیافته و بیابانی. میرویس پس از چندی خانواده را در اصفهان گذاشت و خود به حج رفت. در آنجا فتوای تکفیر گرگین خان را از علمای اسلام گرفت و با سر پرسودا راهی اصفهان شد تا شاه و صدر اعظم و وزیران را بفریبد و راه به قندهار برد. از جمله آنان که در اصفهان فریب میرویس را خورده به خوشتینتی وی گواه می دادن، یکی هم خسرو خان برادر گرگین بود که سارا مادر خاتون را به زنی داشت. میرویس برای فریفتن شاه و دربار اصفهان خسرو خان را فریفته و به خود مطمئن کرده بود. در این آمد و شدها خبر از خاتون به میرویس و حرم او از جمله مادر محمود رسید. روزی میرویس خسرو خان را پیام داد که دختری از تو برای محمود بستانم که تاج سر قندهار شود. اعتماد و دوله صدر اعظم و شاه سلطان حسین نیز از ماجرا با خبر شدند. خبرچینی در گوش شاه خان میرویس برادرزاده به گرگین خان نداد و حالا برادرزاده از او میبرد. شاه که در حقیقت از گرگین خان دل خوشی نداشت از این مطایبه خوشش آمد و خسرو خان رئیس عدالت خانه را پیام داد که این وصلتی خوش است. خسرو خان دختری داشت سپید چهره و کوتاه قد و فربه، جمیل نام. به تصور او پاسخ مساعد به میرویس فرستاد. اما در روزی که حرم میرویس به خواستگاری آمدند، آشکار شد که نظر محمود قندهاری بر خاتون است. خسرو خان کار را آسان دید، ولی نمی‌دانست که خاتون آن غزالی نیست که به دام قلجایی‌ها درافتد. ساحره‌ای که خبر می‌رساند در گوش مادر محمود گفت: خاتون پیام کرده است که من سبیه امام قلی‌ام. اختیار از خود دارم. و آن سیه چرده چادر نشین محمود را می شناسم. او را آنقدر نیست که اسبهایم را تیمار کند. میرویس و مادر محمود دندان بر جگر فشردند و چندی دیگر به اذن شاه به قندهار راهی شدند. و این آغاز فتنه ای بود که 10 سال بعد به سرنگونی تاج و تخت صفوی کشید. میرویس در قندهار گرگین خان را بکشتند و خود حکمران قندهار شد. پیام‌آوران اصفهان را کشت و سر از خدمت شاه صفوی گرداند. اما به زودی درگذشت و حکومت قندهار به برادرش رسید که خود شاه سلطان حسین دیگری بود. محمود که در سر سودای اصفهان داشت، عمو را از حکومت به زیر کشید و سرکرده افغانهایی شد که تنها نظر به اصفهان داشتند. آنجا که غزالی بود خاتون نام به خانه خسرو خان گرجی، و محمود نمی دانست که غزال معبود او در این فاصله در قصر 40 ستون جا گرفته است. در همه سالها که محمود در ایران می تاخت، ویران می کرد، خون می ریخت و خیال اصفهان در سر می پخت تا سرانجام اصفهان را در حلقه محاصره خود درآورد. تنها 1 بار طعم تلخ شکست را چشید.
آن هم در مصاف با لشکریان قاجار بود. به سرکردگی فتلی خان عاشق باش. نه محمود و نه فتلی خان ندانستند که با آن جنگ با خود چه کردند و این جنگی بود در نهایت بر سر خاتون که بی خیال در حرم شاه سلطان حسین دست و پا می زد که قفس بشکند. روزی که شیخ ساجد اصفهانی شیخ و شیوخ دربار صفوی خطبه خواند و خاتون سبیه امام قلی را در 14 سالگی به عقد نهمین پادشاه صفوی درآورد، نه چنان بود که با دیگر پردگیان حرم شاه کردند که در آن زمان بیش از 200 زن بودند، از ترک و تاتار، گرجی و یونانی، عرب و افغانی، بلکه به فرموده 3 روز شهر را تعام دادند و عروس را در کجاوه ای از هر سو بسته‌ای در شهر گرداندند و هر صنف هدیه‌ای نثار کرد به فراخور. این حکایتی بود که بر عروسان صفوی نمی رفت. گیرم این خاتون بود، پرورده لابرولاندیر و در دلربایی و افسونگری چون او، در هنر و صناعت جنگاوری صد چون او و در تدبیر و مرک کس چون او نبود. آوازه او و دخترکان همراهش پیشتر از آن فتنه که شاه را به دام انداخت هم در شهر می گشت. خاتون به حرم سلطانی رفت، نه از آن که می خواست، بلکه جایی بلندتر از آن در همه ایران نبود. سخن ماریپوتی در گوشش بود. آن که در سر هوای پروازهای بلند دارد، باید در بلندترین قله خانه بسازد. شاه وقتی که پیام فرستاد تا خاتون به جمع زنان او بپیوندد، در پاسخ فقط یک چیز شنید. خاتون چون دخترکان خود را همراه دارد و آنان لابد به عنوان ندیمه هایش باید همراه باشند، پس استدعا دارد که در کاخ چلستون سکنا گیرد. چلستون گرچه مجلل ترین کاخ های اصفهان نبود و در این شهر شاه نزدیک به 50 کاخ داشت که بعضی از 40 ستون بزرگتر بودند، اما محلی بود که در آن میهمانان محترم پذیرایی می‌شدند. صدر اعظم و داروغه با اختصاص دادن این قصر به همسر تازه شاه مخالف بودند، اما در مقابل اشتیاق شاه کاری نمی‌توانستند. پس در چند روز 40 ستون آماده شد. خاتون روز پیش از آن که منجمان ساعت را سعد بدانند و به عقد شاه درآید، به تماشای 40 ستون رفت. چندان که به شاه نشین رسید، روبنده را بالا زد و چشمهای خود را بست تا ماریپوتی را تجسم کند که در این قصر یک سالی مانند ملکه ها زیسته بود. او قهرمان آرزوهای خاتون بود و الگوی او. به یاد آورد که چگونه آن زن فرانسوی در این قصر هر کاری میخواست میکرد. شاه، صدر اعظم و دیگران را به حضور میپذیرفت. خاتون به یاد داشت که در شب اعدام پدرش ماریپوتی چون شیری خشمگین و غمگین در این قصر قدم می زد، فریاد می کرد و پا به پای او و مادرش می گریست و قسم می خورد که انتقام امام قلی را از آن کشیش می گیرد. خاتون نیز همین را آرزو داشت، تا اینجا به قصر آرزوهایش رسیده بود. در همانجا که ماریپوتی ساکن بود، سخن آن زن فرانسوی را در گوش داشت، در سرش هواهای بلند بود. حالا 10 کارگر و بنا و درودگر و هنرمند در کار بودند تا 40 ستون را آماده برای او کنند. برای خاتون. مگر ماریپوتی نمی گفت خود را ارزان نفروش. شاه در 40 ستون با خاتون پیوند بست و شب هنگام دستگاه خواب او را به دانجا کشاندند، چنان که رسم بود. ولی چنان که رسم نبود تا هفته ای از 40 ستون به در نیامد. حتی زمانی که خاتون با دخترکان خود به باغ نارون می رفت، بارها پیام از 40 ستون می رسید که انتظار از حد گذشت. شاه سلطان حسین عادت به انتظار نداشت و نه عادت به آن که چیزی بخواهد و در دسترس نباشد. از میان زنان درباری که از فردای حضور در 40 ستون به دیدار خاتون می آمدن و در ساعتی که شاه به امور جاری سلطنت می پرداخت، در حوزخانه کاخ از خاتون دیدن می کردن، هیچ کس چون مریم بیگم نبود. او کوچکترین دختر شاه عباس دوم بود و در دستگاه سلطنتی نفوذ بسیاری داشت. هرگز شوهری نکرد. و در دوران سلطنت برادرش شاه سلیمان و فرزند او شاه سلطان حسین، در اصفهان فرمان نواب علیه به منزله فرمان شاه بود. کسی نمی داند
شاید هم در رسیدن خاتون به مقامی چنین بزرگ کارساز شد. پیرزن در روزی که در کاخ چلستون به دیدار این تازه عروس رفت، او را خوب می شناخت و هم پدرش و پدر بزرگش را. پس این دیدار به تعارف و سخن گفتن‌های متعارف زنانه نگذشت. نواب علیه مریم بیگم شخصیتی قدرتمند داشت و در همان روز بی‌پروا به خاتون گفت که اگر جوان بود کاری دیگر می‌کرد و اصفهانی دیگر می‌ساخت و نمی‌گذاشت شاه در حلقه غلامان و غلام بچه‌ها و زنان بی‌عنصر درباری گرفتار آید و درباریان و دیوانیان فاسدکار ملک و ملت را به اینجا بکشانند. او واقعه فتنه دخترکان در نارون را شنیده بود و حالا زبان به تحسین خاتون می گشود که چگونه داروغه و یارانش را رسوا کرده است. سخنان مریم بیگم آتشی در جان خاتون زد. او از ضعف دربار اصفهان و آشوب و ناامنی های کشور خبر داشت، اما باور نداشت که زنی چنین بی‌محابا به بازگویی ماجراها برخیزد و از غضب شاه نترسد. اما مریم بیگم زنی دیگر بود. او کسی بود که وقت مرگ برادر جرأت کرد و به بالین شاه سلیمان رفت و خبر مرگ وی را اعلام داشت. و در حالی که شاه سلیمان کسی را به ولایت عهدی اعلام نکرده بود، این مریم بیگم بود که از میان 9 پسر برادرش سلطان حسین را به پادشاهی رساند. و اینک همو بود که به خود لعنت می فرستاد که این شاه خوشدل و بیکفایت را بر ایران حاکم کرده است. پیرزن خوف آن داشت که این برادرزاده تاج و تخت صفوی را به باد دهد. و این نگرانی را بر خاتون باز گفت که او را قابل دیده بود. وقتی مریم بیگم در چلستون به گفتگو با خاتون نشسته بود و ندا در آمد که سلطان به اندرون می رود، مریم بیگم پیام فرستاد که اوست که با نو عروس در گفتگوست و سلطان بهتر است لختی منتظر بماند. عشق و شیدایی شاه به خاتون که به زودی همه دانستند چونان دیگر زنان حرم گربه دست آموز نیست، وقتی با خبر نزدیکی او با ماده شیری چون مریم بیگم درآمیخت، خواب اهل حرم و امیران و دیوانیان را آشفت. خواجه های حرم و غلام بچه ها خبر به حرم شاهی می بردن که سلطان در سرای خاتون مسحور می نشیند و یا به دنبال تازه عروس خیش در باغ چلستون می رود و فقط گوش می دهد. از آن پس بزرگان پایتخت بسیار شنیدند که شاه می گفت سالها را به غفلت گذراندم. خاتون برای پادشاه راحت طلب و نرم خوی صفوی که در 23 سال پادشاهی جز چند باری به اجبار و برای جنگ با مدعیان از حرم جدا نشده بود چه می گفت؟ شاه سلطان حسین که از پشت 8 پادشاه و دلاورانی مانند شاه اسماعیل و شاه عباس آمده بود، هیچ از جلادت و دلاوری و سیاست پدران خود نشان نداشت. با همه احترام و قداستی که پادشاهان صفوی در بین مردم داشتند و با همه ارادتی که مردم فلات ایران به نخستین سلسله شیعه مذهب خود می‌ورزیدند، او کسی نبود که برای حفظ آنچه دیگر شاهان صفوی آورده بودند کاری کند، جز دعا و استغاثه و استخاره. روزی خاتون که خود و دخترکان همانندش توانسته بودند 20 قزلباش و قراول را از پا در اندازند، برای شاه دل از دست داده گفت که مردی نمی‌بیند که در برابر جلادت دشمنان ایستادگی کند و از همین رو کمان می کشد و دخترکان را آماده کارزار می کند. شاه در پاسخ گفت همچون نواب علیه سخن می گویی. شاه این همه را می شنید و عشقش به خاتون فزونتر می شد. نواب علیه مریم بیگم هم اینها را مدام در گوش شاه می گفت، ولی چاره ای نمی توانست. تا هوای رزم از سر خاتون بدر کند، او را به تماشای نمایش جنگاوری قزلباشان می برد و خاتون می دانست اینها مردمان بزمند و فقط برق یراق و نشان آنها چشمها را می زند. پس از آن هفته در خلوت، زنان حرم سلطانی می پنداشتن خاتون دل به زر و زیور و مشاطه حرم می بندد و همچون آنان به حلقه دعا نویسان و جادوگران و رمالان گرفتار می آید، ولی چنین نشد. در دومین روز از هفته‌ای که شاه و خاتون از خلوت چلستون به در آمدن،
فرمانی چشم پردگیان حرم را از حسد درید و بازار رمالان و دعانویسان اصفهان را رونق بخشید. روزی بود که شاه خاتون را به خزانه سلطنت برد. غلامان و خواجگان خبر رساندند که شاه کلیدها و رمزها و مفتاح رمز خزانه را به خاتون سپرد و دفتر و دستک خزانه را که تا آن زمان نزد مریم بیگم بود به او داد و این نورسیده به جادویی شد سوگل و محرم رازهایی که جز پادشاهان صفوی کسی را از آنها خبر نبود. و خاتون این مقام را بدون نظر مریم بیگم نمی توانست به دست آورد. در این مقام کاخی دیگر نیز نصیب خاتون شد که 20 تن دخترکان او در آنجا گرفتند. 20 خانه اصفهان از نور خالی شد. حتی معصومه و زبیده دو فرزند شاه نیز دل از مادر و حرم بریدند. حال دیگر صدور و قائم مقامان و مستوفیان نیز می دانستند که شاه صفوی در حرم کسی را دارد که بر آنان سر است. سالی که چنان نومید آغاز شده بود به نیمه نرسیده امیدوار می شد و کارهای سلطنت و دیوان به نظم و نسقی می رسید که خبر از مشرق رسید که بلوچ‌ها، ترکمن‌ها، عرب‌های عربستان سر به شورش برداشتند و افغان‌ها در دو جا سپاه شاه را در هم کوبیدند. این خبر را پیش از همه خاتون دریافت که در بازار و کاروانسراها آدم داشت و خبرها نخست به او می رسید. چنان که خبر درگیری فتحعلی خان رئیس ایل قاجار با افغان‌ها و شکست خوردن افغان‌ها. روزی که خبر نزدیک شدن فتحعلی خان عاشق‌باش به پایتخت رسید، از خوشترین روزهای سلطنت شاه سلطان حسین بود. اما امیران گریزان از جنگ و خو کرده به راحت اصفهان، شاه را از فتحعلی خان می‌ترساندند که بی اذن شاه به پایتخت می‌آید. ولی او چون سرداری، بلکه سلطانی فاتح می‌آمد تا سرسپردگی و اطاعت خود را از شاه اصفهان نشین ابراز کند و از او ستایش بشنود و فرمان پایداری بیشتر بگیرد تا دیگر بار به جنگ یاغیان برود. غافل که در اصفهان کسانی بودند تا او را نیز همچون فتحعلی خان صدر اعظم و دیگر سرداران به زمزمه و فتنه‌ای سر زیر آب کنند. ترکمن قوی هیکل تصور آن نداشت که در پایتخت شاه عباس او را همچون پادشاهی پذیرا شوند. او که همه عمر در چادر ایلیاتی زندگی کرده بود به شهر، آن هم شهری چون اصفهان آشنا نبود. شهری که در هر گوشه آن هنرمندانی به کار بودند که حاصل کارشان در جهان یگانه بود. شهری که در کاروانسراها و خانه‌هایش تجار اسپانیولی، رومی، فرنگی، پرتغالی و انگلیسی خانه داشتند و دو تجارتخانه معتبر هلندی و انگلیسی در آن به کسب پر رونقی مشغول بودند که شعبه‌هایش از چین تا ماورای دریاها همه جا بود. اصفهان شهر گنبدها و مناره‌ها، شهر کاشی‌هایی که تلألؤشان آبی آسمان را حقیر می‌شمرد، شهر آلمان، شهر زرکوبان و مسفروشان، شهر نقاشان و شاعران و شیشه‌گران، شهری که به بوی بازار عطاران و صدای چکش بازار مسگرانش شهره در آفاق بود و هنوز پس از 200 سال سکه های شاه اسماعیلی رایج و پس از 1 قرن بناهای شاه عباسیش برپا. فتحعلی خان قاجار تا به اصفهان برسد در راه هایی که شاه عباس ساخته بود راند و خود و سپاهیانش در کاروانسراهای شاه عباسی منزل به منزل بیتوته کردند. اما افسوس که تا از مشهد به اصفهان برسد همه جا حاکمان گردن کش دید که به نام خود سکه می زدن و از ترس مردمی نبود که صفویه را به جهت سیادت و تشیع می پرستیدن. پادشاهان محلی نیازی به ذکر نام شاه سلطان حسین در خطبه ها هم نداشتند. آنها همه از برابر افغان ها گریخته یا خراجگزار آنان شده و یا به قتل عام وحشیانه افغان تن داده بودند. و برای خان قاجار چیزی غم‌انگیزتر از این نبود. او نمی دانست که در اصفهان نیز ماده شیری همانند او در افسوس است. وقتی خان عاشق باش در بالای عالی قاپو در کنار شاه صفوی به تماشای نمایش قزل باش و توپ‌ها و سرداران خوش لباس شاه مشغول بود، ندید که در زاویه ای از میدان شاه در جمع گروهی از خواتین روپوشیده زنی بلند قد به تماشا ایستاده و تحسین کننده شهامت اوست. در 1 ماهی که فتحعلی خان در اصفهان
میهمان محتشم شاه بود، هر بار که با شاه خلوت کرد از او شعر و عرفان شنید و دعا و مناجات و نمیدانست که تازه این شاهی است که از چند ماه پیش خاتون مدام در گوشش حماسه ها میخواند و او را از مشیران و امیران ترسو و دنیا پرست میترساند و او را از عاقبت این بیحالی باخبر میکند. در این فاصله یک باری فتلی خان با جمعی از سپاهیان خود از اصفهان بیرون رفت تا بر اساس خبری که رسیده بود با افغانها جنگ کند. محمود نبود و گروهی از سپاه او بودند و باز فتلی خان آنان را گوشمالی داد و سر سرکردهشان را به اصفهان آورد. اما شاه را زهره تماشای سر بریده نبود. به تحسین و انعامی به خان قاجار و سپاهیانش بسنده کرد. این دلاوری سران قزلباش و مشاوران شاه را غضبناک‌تر کرد. آنان در گوش شاه می‌خواندند که این خان قجر در سر هوای سلطنت دارد. اما در پنهان خاتون و مریم بیگم که از این دسیسه‌ها خبر داشتند، توطئه اشراف و امیران را خونسا می‌کردند. دیگر فتلی خان مفتاح مشکلات پایتخت شده بود. او خبر داشت که سلطنت را در پشت پرده حرمسرا می‌گرداند، ولی خبر نداشت که در گفتگوهای خلوت شاه و خاتون چه می‌گذرد. خاتون نظر به گشودن در خزانه و تقویت خان قاجار و گماردن او به امیرالامرایی داشت. او اینک می‌دانست که خزانه شاهی خالی نیست و می‌گفت این همه اگر به کار حفظ مملکت نیاید به چه کار می‌آید؟ آنچه امیران و سرداران را نیز همچون اهل حرم از این ساحره بلند بالا می ترسان، خفیه خانه او بود که خواب را از چشم اصفهان می رو بود. خاتون یک ماهی بعد از آن که به چلستون رفت، دریافت که دستگاه سلطنت با همه عرض و طول و عظمت در بیخبری است و سرداران و سالاران خبرهایی را که از سراسر ممالک محروم می رسد، چنان به شاه سلطان حسین می رسانند که می خواهند و در زمانی میرسانند که خود میپسندند و این همه را بدان بهانه میکنند که دل شاه رحیم نلرزد و عیشش مدام باشد. به توصیه خاتون شاه خفیه خانه ای بنا نهاد که به ظاهر تحت امر خسرو خان ناپدری خاتون بود و در نهان خاتون آن را میگرداند. نخستین جرقه ای که از خفیه خانه بیرون زد، امیرالامرا و نایبان او را در آتش انداخت. خفیه نویسان خبر رساندند 7 توپریز و توپساز فرنگی که به خرج خزانه در اصفهان مستقر شدند، توپ برای کمپانی انگلیسی و کمپانی هلندی می‌ریزند و شراب به خزانه خانه امیرالامرا می‌فرستند. خبر خفیه خانه و خفیه نویسان که در سراسر ملک و مملکت پراکنده شده بودند، از اصفهان به شهرها رفته بود و حاکمان نیز خود را در امان نمی‌دیدند. و این همه بی مشکل نمی گذشت. بارها اهل حرم به اغوای امیران و سالاران در گوش شاه خواندند که این بلند بالا چون پدر کشته است با شاه از در راستی در نمی آید و در اندیشه برانداختن شاه است. شاه اینها را می شنید و به خاتون باز می گفت و باز بیشتر به او دل می بست. یک بار شاه را با خبر کردند که خاتون و دخترکان جمع او از راهی مخفی به بیرون دروازه می روند و چه ها می کنند. این بدگویی می توانست سر خاتون را در سینه اندازد یا تنش را در چاه، که این سزای پردگیانی بود که به شاه متعصب خیانت روا می داشتند. اما خاتون خود پیش از این راز آن نقب را که خانه امام قلی را به بیرون دروازه شهر می برد با شاه گفته و شبی نیز او را نهانی به دانجا برده بود و این رازی بود که فقط بر شاه گشوده شده بود. با این همه شاه آسودگی طلب را تا به آن نبود که به خواهش خاتون و مریم بیگم 70 توپ به فتلی خان قاجار دهد و او را به امیرالامرایی لشکر بگمارد و به دفع افغانها مأمور کند. میپنداش به فرمانی حاکمان ولایات را به دفع محمود افغان امر میدهد و آنان سر فرزند میرویس را هر وقت می توانند بر سینه اش بگذارند. سرانجام پیدا نیست که خاتون طمع از شاه برید و یا شاه سلطان حسین خود به این تدبیر افتاد. هرچه بود در پایان شب دیجور از گفتگوی آن دو چنین حاصل شد که شاه
که میخواست بیش از این فتلی خان را امیدوار نگذارد و او را مرخص کند، خاتون را به او بخشی. تا پیش از آن چون این تدبیر رفته بود که شاه یکی از دختران خود را به همسری فتلی خان درآورد تا بدین گونه وی را پاداش دهد. فتلی خان میدانست هدیه ای از حرم شاهی به او داده می شود. این رسم بود و نصیبی بود که فاتحان وفادار می بردن و حلقه ای بود که آنان را به دربار می بست. ولی نمی دانست کدام یک از زنان یا دوشیزگان حرم با وی همراه می شوند. وقتی میرزا شفیع به کاخ محل پذیرایی خان آشاق باش رفت و مژده مرحمت شاه را به او رساند، فتلی خان ندانست چگونه آن خبر خوش را باور کند و خواست انعامی به آن وزیر پیر بدهد که میرزا خود به سخن آمد و گفت نواده‌اش با خاتون همراه است و از خان قاجار خواست با او مانند پدری رفتار کند. تازه فتلی خان دانست که همراه خاتون گروه او دخترکانی که روزی فتنه خوانده می شدن و حالا سیت دلاوری و تدبیرشان همه جا رسیده بود نیز در حلقه می آیند. شیخ و شیوخ وقتی عقد شاه و خاتون را گشود، شاه خود حاضر نبود و میرزا شفیع به وکالت اشک بر چشم آورد. شیخ چیزی نداشت تا بگوید. همه قرار را شب دوشین شاه خود با خاتون نهاده بود. اهل حرم هم چندان شادمان بودند که ندانستن از خزانه چه ها به در رفت و خفیه خانه چه شد و چه قرار افتاد. از چشم آنان اینقدر بود که دعاها و جادویشان اثر می کرد و خاتون از اصفهان دور می شد. چنان که با همه کنجکاوی از گفتگوهای شب آخر شاه و خاتون چیزی در نیافتن. بسیار حکایت ها رفت از تصویر آینده که خاتون در برابر چشم شاه در آخرین شب شوهری باز کرد و از تدبیر او برای حفظ این دودمان سیادت انتصاب. وقتی خاتون از چلستون می رفت، دارایی او نه فقط آن گوهر و مایه ها بود که از خزانه شاه اسماعیل و شاه عباس به در آمد، بلکه گروهی بود که با خود می برد. خاتون که با رفتنش بخت از اصفهان رفت و راحت از دل شاه صفوی، در سر خیال های دراز داشت و فقط از آن رو بدین سفر و زندگی تن داد که می دانست اصفهان با بودن شاه سلطان حسین جای پروردن آرزوهای او نیست. عقابی بود که باید از بلندی‌های البرز می‌گذشت و به کناره خزر می‌رسید تا در آنجا امان گیرد. فتلی خان در پشت پرده چوبی نقاشی خانه خسرو خان به گفتگو با خاتون نشست. یک روز پس از طلاق از شاه پیدا بود که دختر امام قلی به کدام کس تعلق دارد. ولی مطابق موازین شرع باید 100 روز در انتظار می‌ماند. در این فاصله پرده چوبی مشبک حجاب گفتگوی آنان بود. خان قجر که با خیالی دیگر به اصفهان آمده بود و با حالی دیگر از زاینده رو جدا می شد، سر آن نداشت که حدی و شرطی برای خاتون بگذارد و آمده بود تا از او بشنود. و در همان لحظات کوتاه چنان غرق و محو در کلام خاتون شد که ندانست برای چه کار آمده است. خاتون برایش گفت که می داند در فلات ایران چه می گذرد و در سر او چه هاست. و چون از ماجرای دور و نزدیک گفت، از فارس، عراق، خوزستان، مکران، هرات و قندهار، آذربایجان، بغداد و روم، هند و افغان، خراسان و مازندران، فتلی دانست که از این پس نه تنها دل بلکه عقل خود را نیز باید ببازد. خان قاجار فقط توانست از وحشت خود بگوید. وحشت آن که زندگی چادرنشینی و صحرانوردی ایلیاتی به مزاق غزالی که در باغ‌های اصفهان پرورش یافته خوش نیاید. جواب غزال این بود: در میان آن چه می‌بریم، متکای پرنیان و لحاف دیبا ندارم. سری دارم و همسری خواهم داشت که سر بر سنگ می‌گذاریم و لحاف آسمان بر سر خواهیم کشید که خداوند حافظ و راحتی بخش آنهاست که غیرت و شرف در سر دارند. فتلی خان وقتی دانست شاه صفوی او را به بهترین عطایا پاداش داده است، نامه ای نوشت و فرمانی برای کت خدایان ایل و طایفه آشاق باش که در غیاب او تنها از خاتون فرمان برند و رفت تا به فرمان شاه در نزدیکی همدان با افغان بجنگد
و از راهی دیگر خود را به استراباد برساند. میخواست زبیده جنگاوران خود را همراه قافله عروس خود کند که خاتون نگذاشت و گفت من خود اگر اجازت داشتم به میدان جنگ می آمدم. خان همه دلاوران خود را همراهی کند که ما دفاع از خود را می دانیم و می توانیم. با این همه قافله‌ای که از اصفهان بیرون رفت 200 بودند و فرماندهشان بالا بلندی سوار بر یک اسب کرن شبق رنگ با یال و دمی سرخ. قافله‌ای که خاتون را می برد شبی را در باغ نارون ماند تا طلوع سپیده‌ای به راه افتاد. در آنجا ابتدا قاصدی رسید از سوی شاه با خلعت و ابراز مرحمت و بعد فتلی خان رسید که به دستبوس شاه رفته قرآنی مهر کرده به قصد تأکید و وفاداری و اذن سفر یافته بود. شب آخر در باغ نارون یک بار دیگر از پشت چادر فتلی خان با خاتون سخن گفت. وصیت کرد و وداع. خاتون مسیر را گفت. راهی که هموار و مستقیم نبود. خاتون می گفت این راه را برگزیده است تا جلب نظر افغانها را نکند. گرچه آنها به سادگی و در هیئت یک کاروان مسافر می رفتند. فتلی خان پای رفتار نداشت ولی می دانست که سپاهیانش در انتظارند. آنها می بایست شب از محدوده اصفهان دور شوند. وقت برخواستن دعایی خواند و شنید که صدا از آن سوی پرده می گوید مرا به چه نام می خوانید؟ مرد دلاور ایلاتی از نفس ماند. به نامی که در وقت آن ولادت سعید در گوشتان خواندند. صدا از پشت پرده آمد. نه، مرا نامی بده. تو نامی بده که از امشب به آن نام خوانده شوم. فتلی پیام محبت را شنید و دانست این زن می رود که اصفهان را و گذشته را از خود دور کند. گفت بر این اندیشه نبودم. این بار صدای زنانه و آمرانه گفت اینک باش. فتلی خان دلاوری از کف داد. امین و مونس و محرم من. صدا گفت امینه هم خواندی؟ فتلی خان در دل گفت امینه. و خاتون امینه شد. قافله‌ای که امینه سالار آن بود و یکی از عموزادگان فتلی خان سردسته قراولان آن در 2 از کوههای البرز گذشت و به سرحد استراباد نزدیک شد. به خواست امینه نه دشت‌ها، نه کوهپایه‌ها و نه رودهای خروشان شتاب قافله را نگرفت. تنها در کنار شهرها متوقف می‌ماندند برای شبی و روزی و هر بار امینه با 4-5 مرد و زن همچون مسافران ساده‌ای از مردم رهگذر به شهر می‌رفتند و سر و گوشی آب می‌دادند. 2 در ری و قزوین برای عبور از دروازه ناگزیر به معرفی خود شدند و با فرمانی که همراه داشتند مورد استقبال حاکم و داروغه و بزرگان شهر قرار گرفتند که از اصفهان فرمان داشتند تا قافله امینه را اکرام کنند. در این گذرها امینه که از دوران کودکی از اصفهان به در نیامده بود به اوضاع و شرایط مردم آشنا می شد. تا ماموران آذوقه و توشه راه می خریدند او نیز سوغاتی می خرید و تصور خود را از کشوری که متعلق به آن بود کامل می کرد. هر بار غمگین تر می شد چرا که دیگر نشانه های سقوط و تباهی، ناامنی و نارضایتی چیزی نبود که از نظرش پنهان بماند. هنوز چشمانش به خرمی سرزمین های ماورای البرز و سبزی جادویی آن و رطوبت هوایش خو نکرده بود که خطر را تجربه کرد. در نزدیک گلوگاه در کنار رودی خوشاهنگ و خوشاب اتراق کرده. چند چادر برپا داشته بودند. بالا دست که امینه و ندیمگانش در آنجا داشتند با تجیری بزرگ از جایی در فرودست که بقیه قافله از سواران و غلامان و شترانان و باربران در آن مسکن گرفتند جدا می شد. دیگها بر بار بود و اجاقها دود کنند. در جمع خواتین زنان خسته از اسب سواری و نشستن بر کجاوه بند از چادر و روبنده برداشته به آب رود صفایی دادند و به رسم موعود ابتدا چادری سفید بر سر انداختند و ایستادند به نماز
تا پسانگاه به نرمش و ورزش برون که کار هر روزه آنان بود که در جست و خیز موزون استاد بودند. پس به طعام می نشستن بر سفره بلند و آنگاه اگر خستگی مجالی می داد دف و تنبور به کار می آمد. آنان در طرب زنانه و خلوت خود که دور از چشم نامحرمان برپا می شد خستگی راه و غم دوری از خانمان را از دل به دور می کردن و پس در چادرهای خود می آرمیدن. آن شب خواجه صدیق خواجه امین پاس می داد که کسی از غریبه یا اهل قافله به حریم حرم نزدیک نشود. دورتر از او دو قراول تفنگ به دوش در دو جانب راه جنگلی پاس می دادن. مهتاب از لای شاخه های درختان سرک می کشید و خواجه صدیق تنها غریبه حاضر در بزم شبانه پردگیان بود که ناگهان سایه‌ای بر سر قراول اول پرید و سایه‌ای دیگر بر قراول دوم افتاد. آنان مجال نیافتند و نه خواجه صدیق فرصت فریاد. رخسار با عبای حریر سفید در رقص بود و دف در دستان گلین ترکمن در گردش که ترکمنان راسن بر سر جمع ریختند. در لحظه‌ای برق غمه‌های آخته در زیر نور مهتاب درخشید و چادرهای سفید در هم پیچید. ناله و فریاد به هم آمیخت. امینه بر مخده‌ای تکیه داده بود که دید مهاجمان به چه چالاکی کیسه بر سر هر کدام از دختران می اندازن و با بندهایی که از کمر می گشایند دست و پایشان می بندن. پیر زنان و کنیزان از وحشت بیحال شدند و نشنیدند که امینه به زبان فرنگان چه فریاد کشید و این زبانی بود که جز او دخترکان همراهش هم می دانستن. امینه می دانست که ترکمنها زنان را نمی کشند بلکه اسیر می کنند تا در آن سوی آب بفروشند. به صدای او دخترکان انگار که بارها چنین صحنه ای را تمرین کرده و در انتظار آن بودند در یک لحظه از زمین به پرواز آمدند و به فریادی آواز مانند از کنار و بالای ترکمنهای مهاجم نمد برپا جهیدند و پریدند و هر کدام به سوی چادری. این کار چنان برق‌آسا شکل گرفت که چشمی از نامحرمان نتوانست راز آن را دریابد. مهاجمان که 8 ترکمن بودند اسیران را رها کردند. امینه هنوز بر مخده تکیه داشت که هر یک از راهزنان به دنبال جمعی از دخترکان به چادری فرو رفتند. امینه در نور مهتاب به آرامی تمام تب و تاب چادرها را می نگریست که یکی می افتاد و دیگری از سوی فراخ می شد و سایه چادرها در مهتاب کج و راست می شد. و هنوز دقایقی نگذشته بود که از هر چادر گیسو افشانی بیرون آمد. قمه‌ای در دست و صیادی گرفتار و کتبسته به دنبالش. کلاه‌های پوستی مهاجمان بازیچه دخترکان بود که گویا به نمایشی مشغول بودند. یکی بر آن کلاه پا می‌کوبید. دیگری کلاه را بر سر قمه‌ای کرده بود. یکی کلاه را خود بر سر نهاده و به دیوی مانند شده بود. و هنوز امینه از جای نمی‌جنبید و تکیه بر مخده داشت. تا وقتی که برخاست و سر ترکمنهای اسیر نشسته بر خاک به تماشای بالای بلند او رو به آسمان شد. جز یکی همه جوان بودند و گیسوان سیاهشان بر شانه افتاده بود. امینه از آنها به زبان ترکان پرسید خونی ریخته ای؟ و در سکوت آنها به یاد خواجه صدیق افتاد. به اشارهش کنیزان رفتند و بعد از لحظاتی با خواجه آمدند که دهانش را بسته بودند و دستهایش را. باز امینه گفت خدا کند خونی نریخته باشید وگرنه تمامتان را سر می برم. و با این کلام خنجری از آستین بیرون کشید و آن را به چشمان آن ترکمن نزدیک کرد که از همه درش استخوان‌تر بود. ترکمن پیر به خاک افتاد به استخاصه که پسرش را نکشد. بقیه نیز وقتی دانستند که این بالا بلند عروس فتلی خان عاشق باش است لرزه بر تنشان افتاد. آنها هم به خاک افتادند. پیرمرد به التماس افتاد که دو پسر در رکاب خان دارم. مرا امینه نگذاشت که کلامش را پایان برد و با خنجر خود بند دستان او را و سپس دستان دیگرشان را گشود.
و فرمان داد تا به هر یک سکه‌ای دادن و خواجه آن را نزد اسبهایشان برد که نمد پوش در پایین دست رود گذاشته بودند. ساعتی بعد 8 ترکمن سوار بر اسب به تاخت رو به سوی آق قلعه بودند تا پیشا پیش به ایل خبر برند که عروس خان در راه است. تا آوازه عروس پیش از او در همه استراباد پخش شود. چنین بود که پیش از آن که قافله به سیاه جو برسد، حکایت عروس فتلی خان و همراهان او با شاخ و برگ و اقراق ها در همه جا پیچیده بود. دو روز بعد، قافله به خیابان شاه عباسی افتاد و دو روزی را در جاده‌ای ره سپرد که در دل جنگل بود و افرا و سپیدار و کاج بر بالای آن دست به هم کرده بودند، چنان که خورشید را مجال آن نبود که بر کف خیابان افتد. در خاک استراباد هر جا چشمه‌ای پذیرای آنان بود برای شبی، تا وقتی به نزدیک استراباد رسیدند و در آنجا صدها ترکمن رسیدند، زن و مرد، هل هل کنان که آمده بودند تا عروس خان را به سنت ترکمنان به اوبه مادر فتلی خان برند. چادر سپید فتلی خان را بستند و ندیمه پیر امینه در آن شد تا جامعه ای را که خان مادر فرستاده بود بر تن عروس کند. جامعه ترکمنی با کلاهی که بر هر ریشه آن سکه می درخشید. آن سیاه چشم بالا بلند، چندان که از چادر خان به در آمد، امینه عاشق باش بود و اثری از خاتون اصفهانی در او نمانده بود. دخترکان با دف و فریاد با زنهای ترکمن عاشق باش در آمیختن و آسمان به شادمانی نم می بارید و پای کرن شبق امینه در گل بود. آنان به این طمأنینه وارد کرسی حکومت فتلی خان شدند. امینه یک راست به اوبه خان مادر رفت که دلش در هوای دیدن عروس به در بود. شب را در همان چادر ماند. کنیز را مرخص کرد که خان کنیزی از شهر برای مادر فرستاده است. پیرزن ترکمن طعم ظرافت زنانه نچشیده بود. سوم روز نیز تا خان مادر به امارت خانی نیامد و در آنجا جا نگرفت، امینه از او جدا نشد و به بنای شاه عباسی که به دستور خان برایش مهیا کرده بودند پا نگذاشت. او شبی پس از ورود خانه دل بیبی ترکمن را فتح کرده بود. امینه از فردای آن روز کار آغاز کرد. دومین قلعه ای را که فتح کرد طایفه یوخاری باش بود. دو طایفه دیر زمانی بود که با هم به اختلاف بودند و روزی بر آنان بی ماجرا و نخوت و نزاع نمی گذشت. رودی که در میان این دو طایفه جاری بود مدام خونین می شد تا آن روز که امینه از آن گذشت. سر خودی و فقط به اجازه خان مادر که او را از زیر قرآن گذران با پیغامی برای خواهر خود که همسر خان بزرگ یوخاری باش بود. یوخاری باش دیدند که 4 زن سوار با 2 قاطر که بران باری زده بودند از آب گذشتند و به میان آراغ آنان می آیند و ندانستند و با نگاه پرسان آنان را دنبال کردند و آرام آرام آن 4 اسب سوار را تا کنار اوبه خان یوخاری باش رساندند. در آنجا خاله فتلی خان در انتظار بود و باور نداشت که عروس خواهرش به دیدار یوخاری باش آمده است. اما امینه آمده بود با هدایایی برای خان و زنان یوخاری باش. هدایایی آورده از اصفهان را تقسیم کرد و شب را در آنجا ماند. صبح از دشمنی دو طایفه قاجار چیزی نمانده بود. 2 روز بعد دو طایفه به هم دختری دادند و ستاندند و با دایره و دهل و نقل و شیرینی رنگ کینه از دلها زدودند و انیس یکی از دختران اصفهانی از جمع یاران امینه نیز به اوبه پسر کوچک خان یوخاری باش رفت تا عقد محبت را محکم کند. شبی که خواهرش خان مادر پس از سالها در امارت شاه عباسی به دیدار خواهر و عروس او رفت، از آسمان ستاره می بارید و در تمام ایل قاجار چادری نبود که در آن به مهر امینه گفتگویی نبود. چه رسد به وصف امارتی که به خواست او در کنار چنار قدیمی و محترم ساره آغاز کردند تا محملی باشد و زیارتگاهی که در آن دو طایفه شبهای قدر را با هم به سوگواری اهل بیت بنشینند و تعزیه برپا دارند.
سه ماه از روزی که فتلی خان در باغ ناروند خاتون را دید و او را امینه نام داد می گذشت که خان به قشلاق عاشق باش نزدیک شد. در این فاصله در وفای به عهدی که بسته بود هر 10 روز پیکی فرستاد و در آن حال و روزگار خود باز گفت. هر بار در پاسخ نامه ای رسید که آتش او را برای رسیدن به استراباد تیزتر کرد. جز پیک فتلی خان هر هفته پیکی هم از اصفهان به استراباد می رسید و از وضع پایتخت صفوی خبرها و نامه ها می آورد و با هر پیک بارهایی می رسید که بخشی از آن به صندوق خانه امینه می رفت و بخشی بین دخترکان اصفهانی و حلقه ای از دختران قاجار که در قشلاق گرد امینه جمع آمده بودند تقسیم می شد. تا خان برسد جمع دخترکان امینه به 30 و چند رسیده بود. دخترکان ترکمن هنرهای خود را به همراهان امینه می آموختند و از آنان درس سواد می گرفتند و خواندن قرآن، سوارکاری و تیراندازی و دفاع شخصی. دومین روز از ماه رمضان بود، نزدیک غروب، ولوله‌ای در عاشق باش افتاد. خان فاتح با سپاه خود باز آمده بود و در این زمان یک روز از 100 روزی مانده بود که میباید بگذرد تا وی بتواند متعلق به فتلی خان شود. کسی این را نمی دانست و همه بر این خیال بودند که این عروس در اصفهان به تصرف آن داماد در آمده است. فتلی خان خود آن 100 روز را بر پشت زین و زیر سقف آسمان گذرانده و به هر جنگ و خطر تن داده بود تا زمان بگذرد. زمانی که در چشم او به آرامی می گذشت و کس نمی دانست در خانه دل خان چه می گذرد. از شور و شیدایی و آرزوی وصال. از هر جنگ پربهاترین غنیمتی که یافت برای کسی گذاشت که نمی دانست در ایل چه می کند و با زندگی ایلیاتی چگونه می سازد. طایفه‌ای که فتلی خان 8 ماه پیش گذاشت و رفت این نبود که در آن غروب در منظرش ظاهر شد. دشت نیز آن نبود و اهل طایفه نیز. در منظر او یک سو مردان روزدار شادان صف کشیده بودند و دورتر از آن زنان در صفهای مرتب. همه جمع با دیدن خان و مردان طایفه هلهله‌ای سر دادند که در لحظه‌ای همه مرغان دشت را به هوا پراند. خان را تمام ایل قاجار که دشمنی‌های درون خود را به دوستی بدل کرده بود مانند سرداری فاتح به پیشواز آمده بود. مگر نه آن که در آن روزها و شبان امینه در گوش زنان ترکمن خوانده بود که در تمام فلات ایران مردمی به لیاقت و بزرگی بزرگ آنها نیست و دلاوری به دلاوری مردان آنان. ایل با غروری تمام مردان خود را به پیشواز آمده بودند. فتلی خان و سپاهش نرسیده به قشلاق ایل تن به زلال چشمه های آب چشمه سر راه سپرد. صفایی داده و گرد ماها جنگ و سفر را از خود دور کرده بودند. افطار همگی میهمان خان مادر بودند. فتلی خان نشسته بر بالای سفره مردان. دل در هوای سفره کنار داشت که می دانست در آن بلند بالای سیاه چشم شمع جمع است. دل در وجودش نبود، به خصوص که خان مادر در همان دقایق اولی که پسر را در اوبه سفید پذیرفت هر آنچه باید در وصف عروس خود گفت. چه خیال خامی. فتلی خان خوف آن داشت که امینه و دخترکان اصفهانی پرورده شهر چادر و زندگی صحرایی و ایلیاتی را تاب نیاورند. اینک از زبان مادر می شنید که امینه کینه دیرینه 2 طایفه را به محبت بدل کرده و یخاری باش را سرسپرده خان و همه را مرهون محبتها و ایثارهای خود و تمامی را به نام خان نوشته است. در تمام اوبه های یخاری باش و عاشق باش در آن لحظه جز همین گفته نمی شد. زنان در گوش شوهران از سفر باز آمده خود پیش از هر زمزمه‌ای وصف عروس خان را می گفتن و امینه خود در چادرهایی می گشت که صاحبانشان باز نیامده بودن و دل به زاری زنان و کودکانی می سپرد که بی سرپرست و یتیم مانده بودن. وقتی مردان به اوبه های خود رفتن و فتلی خان به امارت وارد شد و چشمان امینه را در انتظار دید از شال خود بسته‌ای بیرون کشید. دستمالی از حریر سپید
و در میان آن آینه‌ای به شگون و الماسی درشت و در پیش نهاد. انگشتانش دستمال را نشانه رفت که رو سپیدم کردی. خان مادر هرگز با چنین کلماتی کسی را توصیف نکرده بود. در میان ایل و طایفه‌ام رو سپید شدم. خدا همیشه رو سپیدت کند، امینه. خان عادت به سخنوری نداشت. می دانست در این میدان هم حریف نیست. در انتظار کلماتی ماند که چون نسیمی گوارا به سویش روان شد. وقتی امینم خواندی روسپید شدم. در اینجا و هر جا روسپیدی از خان دارم. مرا از شهر و مادرم گرفتی. ولی مرا دنیایی دادی و مادری دیگر که بهشت است. و همه را چون خود می‌بینند. حتی کنیزان خود را. خان قجر از سنگینی این تعارف سرخم کرد. آن شب فتلی خان با همه خستگی تن به خواست امینه داد و بر اسب نشست و در کنار او تاخت تا مظهر قنات شاهدیز، جایی که بر همه دشت، بر همه چادرها، بر همه گوسفندان، اسب‌ها و همه قشلاق آشاق باش مشرف بود و صدای جز صدای برگ، پرنده، آب و گوسفندان و گهگاه پارس سگی یا شیهه اسبی به گوش نمی آمد. و در آنجا بود که امینه رازی را با فتلی خان باز گفت. گذاشت تا خان سرفراز بشکند و پس او را بلند کرد. من بار دارم. فتلی خان نشست و فقط گفت یا الله. و دور درخت کهن گشت و مشتی از آب خنک چشمه بر رو زد تا بتواند سنگینی این پیام را حمل کند. لرزه‌ای بر تنش افتاد. فقط توانست بگوید چرا برایم پیام نکردی؟ و پاسخ را در جا شنید. نخواستم کسی از این راز با خبر شود. هیچ کس؟ هیچ کس. همه مرا عروس خان مادر می دانند و بر این باورند که در اصفهان به عقد خان در آمدم. هیچ کس؟ و بدین گونه گفتگوی آغاز شد که تا رنگ شب پرید ادامه یافت. تا سحر که صدا از چادر روزداران بلند شد و مشعلها و فانوسها دهش را منجوق زد. همچون شال ترکمانان که یکی را امینه بردوش داشت. بیشتر حدیث نفس را خان قجر در حالی شنید که پیشانی بر مشت نهاده یا سر بر درخت. نمی دانست که در نفس امینه خون منجمد باز می شود. از رازی که در آن غروب امینه برای فتلی خان عاشق باش سرگشود، لحظاتی خون در رگ‌های مرد ایلیاتی مغرور از حرکت باز ایستاد. او لحظاتی در سکوت به آبشاری نگریست که در پشت سر او فرو می ریخت. و چنان که گویی بغضی در گلو داشت، چند گامی پشت به امینه رو به آبشار رفت که غروب رنگی از خون به آن پاشیده بود. سکوتی که امینه در کمال خونسردی پذیرایش شد و پس از گذشت دقایقی به شوهر پیوست و آنچنان که گویی فکر او را خوانده است گفت این راز را تنها باید با شیخ مفید استرابادی گفت و نه با هیچ کس. فتلی ندانست که چرا امینه قصد پنهان کردن این راز را دارد و چرا قصد گشودن آن راز بر فقیه پاکدامن و زاهدی که نه فقط منطقه استراباد و مازندران که تمام شیعیان فلات ایران و آسیای مرکزی و قفقاز به او افتدا می کردند دارد. و چون امینه همه اندیشه خود را بیان کرد، چاره جز تحسین برایش نماند. چه شبی بود. امینه تصویری از اصفهان برای خان قاجار گشود. شهری غرق در ثروت و بیعملی. شهری که دیر یا زود توسط افغانان یا قدرتی دیگر گشوده خواهد شد. فتلی خان دانست که در پشت پرده سیاست اصفهان چه خدعه‌ها در کار است. از جمله آن که قزلباشان و سرداران اصفهانی قصد جان او را کرده بودند. برای تأکید بر آنچه به فتلی خان می گفت، امینه گفتگوهای آخرین شبهای خود را با شاه سلطان حسین برایش گفت. تمایلات شاه و اینکه چرا او را از مقام سوگلی حرم خود به فتلی خان داده است. امینه راست می گفت که شاه صفوی در دل مردم فلات ایران و اطراف جایی در خور داشت. ایرانیان او را که به نرمی و زهد شهرت داشت می پرستیدن.
گرچه او کسی نبود که بتواند کشور را در مقابل مهاجمان محافظت کند. و شاه سلطان حسین که خود این را خوب می دانست، امینه و فتلی خان را دست در دست هم نهاد تا اگر خطری برای او و اصفهان پدید آمد، خاتون او در امان باشد. جز این که در اصفهان بر جان آن دو بیمناک بود. امینه اینک به خان قجر می گفت، خان طفلی در خانه خواهد داشت از دوده صفوی. شاید روزی او را به کار آید، تا آن روز این طفل اگر خدا بخواهد در چشم همگان فرزند خان است. این تدبیری چندان جاه طلبانه بود که فتلی خان نتوانست با آن مخالفت کند و تصویر آینده‌ای را در برابرش باز می کرد که در آرزو داشت. امینه همه ی اطراف و حادثاتی را که می توانست در روزهای آینده رخ دهد در نظر آورده بود و فکر همه چیز را کرده بود و حالا از فتلی خان می خواست تا از طریق شیخ مفید نامه‌ای به شاه بنویسد و نوشته‌ای به دست آورد که طفلی را که امینه در دل دارد از شاه صفوی است. فتلی خان آمد تا بگوید که به او چندان باور دارد که به آن ماه و آن ستارگان و به بلندی کوه‌های بینالود و البرز. امینه برایش گفت که با این همه بگذار تا فرمانی و نوشته ای از شاه در میان باشد. چه بسا روزگاری همین سند ما را به کار آید. اما تا پیش از آن، طفلی که اینک صدای قلبش را در قلبم می شنوم، فرزند فتلی خان خواهد بود. همگان چنین می دانند و چنین باد. و باز این هم خواست خان پرغرور بود که از زبان امینه در آن شب بیان شد. آن شب جز اینها آبستن بسیاری سخنها بود که آینده ایران و سلسله صفوی و مردم ایران برای سالیان دراز بدان وابسته گشت. دو هفته بعد پاسخ نامه دربسته شیخ مفید از دربار اصفهان به خط شاه صفوی به استراباد رسید تا فتلی خان به الطاف ما مفتخر باشد. خلعتی و گوهری از گنج خانه سلطنتی بر وی فرستادیم. شاه سلطان حسین فرماید گوهر و گوهرزادم را به فتلی خان سپردم. در جوف این نامه خلعتی بود که امیران والا مقام برتن می داشتن و قطع الماسی که چون فتلی خان نیک در آن نگریست الماسی دیگر در آن بود. شاه سلطان حسین از این گونه اشعار بسیار می سرود. روزهایی که بر خان قاجار آرامی گذشت، گذشت. ایل از قشلاق بر می گشت که صدای فریاد نوزادی در امارت کنار برکه حسین قلی پیچید و زنان ترکمن دف زنان مژدگانی تولد پسری را برای خان بردند و سکه های طلا به شادباش در فضا به گردش آمد و از هر سو صدای تفنگ برخاست. از فردا فتلی خان به دشت رفت و بر اوبه سفید برنشست تا ریش سفیدان و بزرگان طوایف ترکمن و یموت بر او فرود آیند با هدایایی که رسم آنان بود برای اولین پسر. فتلی خان چندان که نوزاد را در بغل گرفت و در چشمان او چشمان امینه را دید، در گوشش آیه ای از قرآن خواند و نامش را خان مادر محمد حسن گذاشت. کودک 3 روزه بود که امینه به رسم زنان ایلیاتی بر اسب جهید و همان شد که بود. با حضور آن پسر، فتلی خان و حکومت وی در استراباد و بخشی از مازندران رونقی دیگر گرفت. همچنان که اصفهان غرق در بزم و ضعف می شد، محدوده حکومت فتلی خان قوت می یافت و این را امینه خوب می دانست که مدام از هر جا که رازدارانش بودن خبر برایش می رسید، هم از اصفهان. اصفهانی که امینه آن را وانهاد و سوار بر اسب کرن سیاه خود از آن دور شد، هنوز شهر هنر بود و عشق. شاه هر ماه در گوشه ای از آن قصر می ساخت. به پیروی از شاه که نه سر جنگ با کسی داشت و نه سر کشورگشایی، دستگاه اداری اصفهان نیز خو کرده بود به بزم نهانی و زاهد نمایی. هر روز راه‌های جدیدی برای لذت جویی و شادخواری می‌یافت. شاعران با عنایت شاه به خدمت او مشغول بودند به مدیح سرایی. نقاشان به ساخت پرده‌های دلربا، بهترین و زیباترین فرش‌ها و دیوارکوب‌ها
و تزیینات در اصفهان گرد آمده بودند. گاه اخباری از نقاط دیگر کشور با کاروانی می رسید، ولی اصفهانیان را غم نبود، چرا که در دلشان افتاده بود که وقتی شاه خزانه بگشاید و لشکر بیاراید و کوس جنگ بزند، از همه جا سربازان تیرانداز می رسند. از چشم آنها صدها توپی که فرنگی ها ساخته بودند، لشکر قزلباش را شکست ناپذیر می کرد. صلابت و هیبت سرداران قزلباش وقتی از بازار و خیابان می گذشتند، دو توپ بزرگی که در جلوی جبه خانه نصب شده بود، شکوه اردوی سلطنتی وقتی که شاه به قزوین یا تهران می رفت، همه در نظر مردم نشانه قدرت و استقرار دولت صفوی بود. فتحعلی خان قاجار و امینه که از اصفهان رفتند، دربار و دیوان و حرم نفسی به راحتی کشیدند. آنان چندی عیش شاه و دیوانیان را مختل کرده بودند. تنها کسی که غم دوری خاتون از اصفهان را خورد، مریم بیگم بود که تا چندی پیش آرزو داشت که خاتون بتواند بر راحت طلبی و خمودی سلطان فایق آید. در شب آخری که امینه در اصفهان بود، به دیدار مریم بیگم رفت که بیمار بود و غم این دوری بر بیماریش می افزود. در این دیدار مریم بیگم نه بر امینه که دل از کاخ چلستون و اصفهان می کند و پا در راهی نامعلومی گذاشت، بلکه بر خود و کشور و سلطنتی نگران بود که پدرانش با چه دلاوری به دست آورده بودند. مریم بیگم شیعه معتقدی بود و غم آن داشت که سنیان یا بدتر از آن کافران بر ایران مسلط شوند. او که هرگز فرزندی نداشت، دختر امام قلی را محک زده بود و چون فرزند خود دانست، به امینه گفت که وصیت کرده است تا داراییش را به او بسپارند. امینه می دانست مریم بیگم باقی در اصفهان و املاکی در قزوین و کاشان دارد که همه را وقف کرده و عواید آن زیر نظر محمد باقر مجلسی تا بود به مصرف نگهداری از زنان و کودکان بی سرپرست می رسد. این چیزی بود که در اصفهان همه خبر داشتند. پس مریم بیگم چه داشت که نثار خاتون کند؟ بازوبند شاه عباس با الماسی دروش در میان آن که مریم بیگم از خزانه خود به در آورد و به خاتون سپرد. و مهمتر از آن چند برگی بود در ترمهی بسته. امینه آن را گشود. اسنادی بود لاک و مهر شده به زبان فرانسه. سهام کمپانی هند شرقی هلند که در اصفهان و سراسر ایران تجارتخانه، انبارها و ادارات فراوان داشت و با کمپانی انگلیسی رقابت می کرد. امینه دانست که مریم بیگم در خمس اواید این کمپانی عظیم سهیم است و این سهمی بود که کمپانی هلندی به شاه سلیمان داده بود تا اجازه دایر کردن تجارتخانه در شهرهای مختلف ایران را به دست آورد و شاه سابق آن را به خواهر خود بخشیده بود. مریم بیگم در یکی از اوراق خاتون سبیه امام قلی را مالک این سهم معرفی می کرد و نماینده کمپانی در گامبرون و اصفهان این تغییر و تبدیل را تصدیق کرده بود. چنین پیدا بود که مریم بیگم از ماها پیش در اندیشه آن بوده تا این ثروت را به خاتون ببخشد. حالا که او امینه شده بود نیز بانوی صفوی بر همان قرار بود. اوراقی که به این ترتیب مریم بیگم در اختیار امینه قرار داد، جز آنکه ثروت و آیدی سرشاری بود، دنیای دیگری را به روی او گشود. دنیای تجارت. امینه چیزی از این دنیا نمی دانست و با گرفتن آن بقچه ترمه مترصد آن شد که از این دنیا نیز با خبر شود. در باغ نارون بود که همسر ارمنی نیکولاس، رئیس کمپانی هلندی در اصفهان به حضور رسید و برای او گفت که کمپانی در کرمان، یزد، بندرعباس، اصفهان و شیراز پایگاه و مرکز دارد و خوشحال خواهد شد تا در شمال ایران نیز مرکزی داشته باشد که ابریشم و پشم خریداری کند و در مقابل منسوجات و بلور و هر آنچه بازاری دارد از اروپا وارد کند. وی از طرف کمپانی پیشنهاد می‌کرد که فتحعلی خان این کار را زیر نظر بگیرند و در اواید آن مرکز جداگانه سهیم شوند. برای این کار کمپانی هلندی وجهی در اختیار خاتون قرار می داد و
و هم کتابچه رمزی که با آن نامه های خود را برای یکی ارسال دارد و هر زمان لازم بود نماینده‌ای بطلبد تا کار را به طور جدی آغاز کنند. کمپانی هلندی علاوه بر آن که از طریق مریم بیگم با خبر شد که خمس سهام کمپانی به امینه منتقل شده، وقتی شنید که همراه فتلی خان قاجار به استراباد می رود، در صدد برآمد تا با استفاده از نفوذ خان قاجار دامنه تجارت خود را به شمال ایران و قفقاز بگستراند. در رقابت با رقیب انگلیسی چنین کاری لازم می نمود. دفترچه رمز نیز بدان جهت لازم آمد تا انگلیسی ها با خبر نشوند. امینه در استراباد این همه را با فتلی خان گفت که اون نکته ای را از شوهر ایلیاتی پنهان نمی داشت. کمتر از یک سال بعد، وقتی دومین محموله‌ای که امینه فرستاد به اصفهان رسید و وارد قلعه هلندی‌ها شد، آنان دانستند که در استراباد و مازندران پایگاهی یافتند که دست کمی از دیگر پایگاه‌های آنان ندارد. به دستور امینه، اولیای کمپانی بهای محموله را به حضور مریم بیگم بردند و آن زن شادمان از انتخاب خود سکه های طلا را با نامه محبت آمیز راهی استراباد کرد. هدیه مریم بیگم دریچه ای را به روی امینه گشود که زندگی او را شکل دیگری داد. از همین دریچه او دریافت که جهان در حال تجارت است و این جا به جایی هاست که قدرت می سازد. او در دو سالی که خاتون حرمسرای شاه سلطان حسین بود و کلید خزانه او را به دست داشت، طلاسازان و جواهر فروشان را دیده بود و در کار حساب و کتاب آنها دقت کرده بود و کمی از روش اندوختن سرمایه با خبر شده بود. از جمله آن که دریافت گرانبهاترین خزاین جهان چون مانند خزانه صفوی در زیرزمین‌های دربسته بماند، جز آن که خطری برای دارنده خود به دنبال آورد، ثمری ندارد. در مقابل می‌دید که بازرگانان هلندی، انگلیسی و پرتغالی بی آنکه خزانه‌ای مملو از جواهر و طلا داشته باشند، چون در کار خرید و فروشند، همین گردش سرمایه برایشان سود و به دنبال خود قدرت می‌آورد. این همه را دیده بود، اما تا زمانی که محموله‌ای نفرستاد و محموله‌ای نگرفت و سکه‌های طلای کمپانی هلندی را دریافت نکرد، در پی کشف راز تجارت برنیامد. احساس می کرد که برای این کار ساخته شده، نه برای دلربایی و مشاطه‌گری و آوردن فرزندان پی در پی. چیزی در درون او می جوشید که بازرگانی و تجارت با آن پاسخ می گفت.